کلاس درس تابع ما خوش اومدید. تابع کلمه ایه که تو گفتگوهای روزمرمون خیلی جا میشنویمش. مثلا میشنویم موفقیت ما تابعی از تلاش ما. تابعهای ریاضی هم ما داریم که بعضی وقتا یه مقدار گیج کننده میشه. حالا ما میخواییم پله پله با هم پیش بریم و تابعهای ریاضی رو بیشتر بشناسیم. برای شروع در نظر بگیرید که تابع مثل یه جعبه سیاه. یه جعبه سیاه که ورودی به نام X میگیره. ما اسم تابعمون هم میذاریم F. این جعبه سیاه F ورودی X رو میگیره و خروجی F X میده. حالا تو این جعبه سیاه چه اتفاقایی میافته که X رو تبدیل به F X میکنه؟ نمیدونیم، ولی اینجا برای روشن شدنش میایم یه مثال میزنیم. مثلا میگیم که F وقتی که ورودی X رو میگیره، X رو به توان 2 میرسونه و یکم جمعش میکنه. خب حالا میدونیم F روی ورودی X چه کاره میکنه. پس ببینیم اگر ما یه عددی مثل 2 به این تابع بدیم چه خروجی ازش میگیریم. میایم 2 رو به توان 2، میدونیم که تابع 2 رو به توان 2 میرسونه و با 1 جمع میکنه. پس ما اگر عددی مثل 2 رو به تابع بدیم، f 2 که همون خروجی تابع در اثر ورودی 2 میشه 5. حالا ما دیدیم که 2 میشه 5 در اثر کاری که تابع روی عدد 2 انجام. حالا یه عدد دیگه، یه عدد یه ذره عجیب غریب تر مثل 0 رو به تابع میدیم. تابع 0 رو میگیره. میخوایم ببینیم حالا خروجی این 0 چی میشه. 0 رو که میگیره به توان 2 میرسونه با یکم جمع میکنه. پس اگر ما 0 رو به تابع f بدیم، خروجی 1 رو میگیریم. ما اینجا f 0 رو دیدیم، پس میشه 1. دو تا عدد مختلف ما توی این مثال به تابع دادیم. بعد در سر کاری که تابع رو این دوتا عدد انجام داد، دوتا خروجی مختلف هم گرفتیم که یکیش 5 بود، یکیش 1. حالا خیلیاتون احتمالا میگید که این تابع که همون حل معادله است که میخوایم ببینیم که اگر یه عددی بهش بدیم این معادله چه خروجی به. ولی من میخوام اینجا ادعا کنم که تابع بعضی وقتا مفهومی یک ذره، نمیخوام بگم پیچیده تر که نترسونمتون، یه ذره گسترده تر از معادله. مثلا میایم یه جعبه سیاه دیگه تعریف میکنیم که اینجا به جای F اسمش رو میذاریم G، ولی دوباره همون یه تابع جدیده که ما داریم تعریفش میکنیم. این تابع G میاد وقتی که عددهای فرد میگیره، یعنی وقتی که ما ورودی فرد بهش میدیم، این ورودی ها رو با یک جمع میکنه. ولی این تابع کار مشابه روی ورودی های زوج انجام نمیده. یعنی ما اگه ورودی زوج بهش بدیم، این دفعه میاد ورودی های زوجمون رو به توان 3 میرسونه و یه واحد ازش کم میکنه. خب بیاید دوباره عدد به این تابع بدیم و ببینیم چه خروجی میدیم. مثلا عدد 1 رو به این تابع میدیم. عدد 1 رو به این تابع میدیم، میدونیم که 1 فرد. تابع میاد نگاه کنه، میبینه ورودی فرد دریافت کرد. پس حالا که ورودی فرد دریافت کرده، این ورودی رو با 1 جمع میکنه تا خروجی رو تولید کنه که خروجی این بار میشه 2. حالا یه عدد دیگه بهش میدیم، مثل عدد 4. ما اگه عدد 4 رو به تابع بدیم و بخوایم ببینیم ژ 4 یعنی خروجی تابع به ازای ورودی 4 چی میشه، میره تابع نگاه میکنه میبینه 4 عدد زوجه، پس این بار به توان 3 میرسونهش و یه واحد ازش کم میکنه تا بخواد خروجی شو تولید کنه. خب این مثال یه تستی هم برای شما هست که ببینید 4 به توان 3 چی میشه، که من فکر کنم میشه 64 رو یک هم ازش کم بکنیم میشه 63. دیدیم که ما دو تا عدد 1 و 4 دادیم به این تابع. این دفعه تابع به ازای یک عدد فرد بود یه سری کار رو روی عدد انجام داد و به ازای 4 که عدد زوجی بود یه سری کارهای دیگه و دو تا خروجی ایجاد کرد. خب دیگه فکر کنم داریم یه ذره درس خسته کننده میشه، امیدوارم که اینطوری نباشه، ولی داریم هی با عددا کار میکنیم. حالا من میخوام برگردیم به زندگی روزمره و ادعا کنم که ما تو زندگی روزمره خیلی چیزا که باهاشون روبرو هستیم تابع است. مثلا بذارید یه مثال پیدا کنم. مثلا بیاید آسیاب رو در نظر بگیرید. آسیاب یه تابع است چون ورودی مثل گندم میگیره، این ورودی رو یه سری کار روش انجام میده که در واقع آسیابش میکنه و خروجی آرد بمونه. میدونم خیلیاتون میگید که آسیاب ورودیش فقط گندم نیست، مثلا آبم میگیره اگه آسیاب آبی باشه. ولی بذارید الان برای سادگی مطلب فرض کنیم که آسیاب تنها ورودیش گندمه و تنها خروجیش که از گندم ایجاد میشه چیه؟ آرده. خب حالا من اگه بخوام مثلمون اف ایکس بگم که اینجا هم براتون نوشتم، میبینیم که آسیاب گندم میشه آرد.
تابه دیگه میایم تعریف میکنیم، این دفعه نونوایی. نونوایی یه ورودی میگیره، یه سری کارا روش انجام میده و یه خروجی میده. ورودی نونوایی آرده و خروجی که میده نونه. خب اگه بخوایم مثل سری قبل بگیم، مثل اون دفعه گفتیم آسیابی گندم میشه آرد، اینجا باید بگیم که نونوایی آرد. خب نونوایی آرد چی میشه؟ در واقع خروجی تابع نونوایی به ازای آرد چیه؟ نونه. خب یه ذره بیشتر با این دوتا تابع، احتمالا تابعایی که فقط اینجا اسمشون رو میشنوید، بازی بکنیم. من میخوام از شما بپرسم که نونوایی آسیاب گندم چی میشه به نظرتون؟ در واقع من اگر گندم رو بدم به نونوایی آسیاب چی میگیرم؟ خب بیایم اول ببینیم که گندم رو اگه من بدم به آسیاب چی میگرفتم؟ گندم رو اگه من میدادم به آسیاب چی میگرفتم؟ آرد. خب حالا اگه همین آرد رو بدم به نونوایی چی میگرفتم؟ در واقع میخوام ببینم نونوایی آرد چی میشد، که اگه به بالا نگاه کنیم که بالا هم نوشتیمش، نونوایی آرد یعنی ورودی نونوایی خروجی نونوایی به ازای آرد میشه. من این مثال رو زدم که نه تنها ببینیم که تو زندگی امروز مرم و با تا بازیات سر کار داریم، بلکه ببینیم که بعضی وقتا ورودی یه تابه میتونه خروجی یه تابه دیگه باشه. یعنی اینجا مثلا ورودی نونوایی که ورودیش آرد بود، خروجی تابع دیگه تابع آسیاب بود. همینجا من اگه مستقیم آسیاب به نونوایی وصل کنم، این مطلب رو میرسونه که ما خروجی از آسیاب گرفتیم و به عنوان ورودی دادیمش به نونوایی. خب حالا بیایم با یه ورودی دیگه به آسیاب بدیم، مثلا گردو. خب اگه ورودی گردو رو به آسیاب بدیم و بپرسیم که آسیاب گردو چی میشه، من فکر میکنم آسیاب گردو میشه پودر گردو. البته این فرض غیر واقع بینانه هم کردم که اون آسیابی که گندم آسیاب میکنه، گردو هم آسیاب میکنه. پس اگر من بپرسم آسیاب گردو چی میشه، میشه پودر گردو. و اگه این پودر گردو یعنی خروجی آسیاب رو بدم به نونوایی به عنوان ورودی بهش بدم چی میشه؟ مسلما نون گندم نمیشه. من نمیدونم چه اسم براش بذارم، ولی چیزی غیر از اون گندم. بذارید فعلا یه علامت سوال بذارید و من شما رو آزاد میذارم که هر اسمی که میخواید روی این خروجی بذارید، مثلا نون گردو، ولی من اینجا فقط علامت سوال میذارم. خب احتمالا نونوایی آسیاب گندم و اینجور چیزا و نونوایی آسیاب و من تابع چیزی که فقط تو این درس میشما میشنوید، به جای دیگه خیلی احتمالا نخواهید. ما این مثالا رو زدیم که ببینیم تو زندگی روزمره تابع ما زیاده. حالا برمیگردیم به همون تابعهای شیرین ریاضی خود. این بار یه تابع F تعریف میکنیم که تابع F وقتی که ورودی های X رو میگیره، سه واحد بهشون اضافه میکنه و خروجی ایجاد میکنه. پس FX میشه X به اضافه Z. یه تابع دیگه هم به نام J تعریف میکنه. J X یعنی وقتی که X J رو میگیره به توان 2 میرسونه X رو و با 1 جمع میکنه. یادتونه که تو مثال قبلی گفتم ورودی یه تابع میتونه خروجی یه تابع دیگه باشه؟ حالا من این دفعه میخوام ورودی x رو به f بدم و خروجی تابع f که x رو به عنوان ورودی به j بدم. من اون وقت ببینم که j f x، حالا این دفعه ما x رو میذاریم 3، j f 3 چی میشه؟ برای اینکه من ببینم که j f 3 چی میشه، باید اول ببینم خروجی تابع f به ازای ورودی 3 چی میشه، که بعد اون وقت بیام این خروجی تابع F رو که به ازای 3 رو به عنوان ورودی بدم به J و ببینم J چه خروجی برام تولید میکنه. حالا برای اینکه ببینم F3 چی میشه، میام سراغ معادله‌ای که برای F تعریف کردیم، که دیدیم X رو میگیره و با 3 جمع میکنه. پس 3 به اضافه 3 چقدر؟ من دارم سامو بد مینویسم واقعا، ببخشید، امیدوارم شما بتونید بخونیدش، میشه 6. پس F3 شد 6. حالا من این خروجی 6 رو میدم به عنوان ورودی به تابع J تا ببینم J از 6 چی تولید میکنه، که J دیدیم که تعریفش کردیم در واقع، که ورودیش رو به توان 2 میرسونه و با 1 جمع میکنه.
پس ورودی ژ به اضافه خروجی ژ به ازای 6 میشه 6 به توان 2 به اضافه 1 که میشه 37. خب پس ژ اف 3 شد 37. خب درس امروز ما تموم شد. ما درس تابمون رو ادامه میدیم و امیدوارم شما رو در جلسه‌های بعد تابه ببینم که نه، امیدوارم شما در اساس تابع منو دنبال کنید. خداحافظ، فعلاً.